من بابک خیلی خوش اومدید. دفعه اول شما رو در استودیو شبکه ایران اینترنشنال داریم. اما برگردیم به صحبت در مورد این ویژگی‌ها و خصوصیات زنی که همیشه داره عنوان میشه در رسانه‌های اجتماعی. ما بارها می‌بینیم که کاربران دارن ازش استفاده می‌کنن. از نظر شما یه نفر به عنوان زن متولد میشه، آیا باید ویژگی خاصی داشته باشه یا خیر؟ اگر از نظر فیزیکی نگاه بکنیم خب طبیعتاً تفاوت هست. از نظر روح و روان هم که نگاه بکنیم یه تفاوتایی هست. اما در قرن 21 ما باید اجازه بدیم تا زمانی که آسیبی به کسی نمیرسونه انسان چه مرد و چه زن اختیار خودش رو داشته باشه. الان موهای شما دو مهربانو رو دارم میبینم که موهاتون کوتاست. چقدر ما نقد میشیم؟ چقدر هم برامون. چرا باید نقد بشین؟ دلتون میخواد، دوست دارین موهاتون. این سیاه‌پوستا رو نگاه کنین، بعضی وقتا موهاشون از ته ته میزنن و چقدر هنوز اون جذابیت و زیبایی خودشون رو دارن. پس نباید انقدر باید و نباید برای زندگی خصوصی یک فرد و یا اختیار خصوصی یک فرد. این باید و نباید از کجا اومده؟ این تعریف ها از کجا؟ بدون شک از فرهنگ ما میاد، از خانواده ما میاد، از اجتماع ما میاد، از عقیده ما میاد و از سیاست اون جامعه میاد. اینا همه دست به دست هم میده و برای ما باید و نباید درست میکنه. متشکرم. خانم امینی، نظر شما در این رابطه؟ من ترجیح میدم که ارجاع بدم به یک بحث خیلی عمیقی که از در واقع نقل قول خانم سیمون دو بوار هست و تا امروز یک بحثه بسیار دنباله‌داری رو در حوزه فمینیسم ایجاد کرده. اینکه ما زن آفریده نمیشیم، ما زن میشیم. یعنی در واقع تفسیرهای خیلی زیادی حتی به زبان فارسی هم شما میتونید پیدا بکنید در دنیای مجازی و واقعی، و اینکه در واقع اون چیزی که ما از زنانگی در ذهن داریم در واقع زائیده پدیده‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی هست که ما رو رشد میده، ما در اون رشد میکنیم. بنابراین اینکه اگر میگیم ما در واقع چگونه زنی یا توقعات در مورد زن میگیم، یا دوستمون خانم بابک در استودیو اشاره میکنن به این که نگاه کنید به زنان سیاه‌پوست که سرشون رو کچل میکنن. یعنی ببینید اینها همه کاتگوری هایی هست، دستبندی هایی هست که در ذهن ما وجود داره و در ذهن جامعه وجود داره، و در واقع پایبندی و ترویج اونها باعث میشه که ما به این دستبندی ها و به این کلیشه ها جنبه مشروع هم ببینیم. یعنی در واقع شما با محتوای انسان کار ندارید، با محتوا هویت مستقل زن کار ندارید، با انتظاری که یک جامعه و یک فرهنگ از اون زن داره کار دارید. و اگر زنی موش رو کوتاه بکنیم میتونیم با انگشت نشونش بدیم، همونطوری که شما گفتین پای همین مطلب در واقع تبلیغی شما در اینستاگرام اینترنشنال من رفتم. شما خواهش کردم بخونید، ولی اجازه بدید قبل از اون با خانم بابک صحبت کنم، برمیگردم در رابطه با نظرات کاربران هم صحبت می‌کنیم. خانم بابک، البته که شما اشاره کردیم به موهای کوتاه من خانم امینی، و من خودم تقریبا یک زن قوی میدونم که زیاد نمیذارم تاثیر بذاره، ولی بعضی وقتا چرا دروغ این تاثیر خودشو میذاره. یعنی وقتی که شما از نظر شرایط روحی ضعیف میشی، بعضی وقتا اینا رو که زیاد میخونی یه گوشه ای از ذهنت میشینه. اما میخوام اینو بگم، حالا اگر زنانی هستن که در جامعه امروز ایران دارن زندگی میکنن تحت فشارهای مختلف و حالا این تقسیم بندی ها هم براشون میشه، و به طور مثال من داشتم بارها برای من فرستادن، از زمانی که شما موجی تلویزیون شدی و همسر من شما رو با موی کوتاه میبینه دیگه به موهای کوتاه من گیر نمیده. این فشارهای زیادی از نظر روحی شما اگه میخوام بررسی کنم، از نظر روانی چه تاثیرات منفی میتونه داشته باشه؟ منفی؟ بله، تاثیرات منفی میتونه این کلیشه بندی ها این چیزها داشته. مسئله کلیشه بندی نبود اگه من گفتم سیاه، میخواستم یعنی نشون بدم که ما اینقدر فرق نذاریم. اگه یک آقای موهاش عطر بزنه خیلی نرماله، ولی اگه یک خانم موهاشو کوتاه کنه نرمال نیست در بعضی از جوامع. من منظورم این بود که این نرمالایزش کنیم، یعنی این نرمال کردن این حس و این انتخاب و اجازه انتخاب کمک میکنه به کل خانواده و جامعه که بتونن نرمال ببینن دیگه، با انگشت اشاره نکنه. حالا من به عنوان یک زن موهام کوتاهه و خیلی هم میان انتقاد میکنن که موهات کوتاهه، این حالا من میتونم اینو با توجه به تجربه زندگی خودم و اینها باهاش کنار بیام، اما یک نفر تو ایران شاید نتونه کنار بیاد، از نظر روحی رو اون شخص چه تاثیرات منفی میذاره؟ خیلی زیاد. زمانی که احساس میکنه که دائما داره تحقیر میشه، دائما داره قضاوت روش میشه،
یا باید بجنگه که ما نیومدیم بجنگیم برای حق انتخاب خودمون، ولی متاسفانه مجبور یا به جنگ میشه یا باید انزوا رو به طلبه و بره در گوشه انزوا به خاطر خواسته خودش. به همین دلیل میتونه خیلی شدید رو روح و روان یک شما در طی زندگی کاری خودتون کسانی که بهتون مراجعه کردن با این موارد زیاد روبرو شدید؟ همیشه داشتیم. میتونید چند تا مثال بزنید؟ کسانی که مورد قضاوت قرار میگیرن. شما الان نگاه کنین در ایران ما چقدر این دخترای انقلاب به خاطر فقط برداشتن اون روسریشون چقدر مورد انتقاد حتی بعضی از انسان‌های معمولی برمیان. اینا مسائلیه که عقده به وجود میاره. زمانی که من عقده کم بود، احساس کم بود میکنم، از نظر روحی روانی یه خشم درونی برای من به وجود میاد و این خشم درونی من میشه گاهی خشم برونی و گاهی میشه خشم درونی خودم که باعث استرس و استرابات و اختلافات فیزیکی و بدنی میشه و یه درون خانواده‌ام باید همش بجنگم یا در اجتماع باید بجنگم. یعنی منی که یک انسان معمولی هستم باید تبدیل بشم به یک انسانی که روانم داره به هم میریزه و باید بجنگم و یا افسردگی بگیرم. متشکرم از شما خانم امینی. حالا میتونین سری بزنیم به نظرات کاربران و اونهایی که شما مطالعه کردید و یه جنبندی بکنید؟ من برای در واقع برای وارد شدن به این بحث نیاز به یه مقدمه دارم و اونم این که ما داریم در مورد حتی در همین بحث هم داریم مسئله زن بودن و انتظار از زن و اون برداشت عمومی از زن رو محدود میکنیم به ظاهر زن. بنابراین اجازه بدیم با این مثال رو با این شروع بکنم که در واقع نقشی رو که مسئولیت رو که یک جامعه از زن انتظار داره چی هست؟ حالا برگردیم بریم به همین کامنت هایی که پای مطلب شما برای همین برنامه که ما الان داریم توش حرف میزنیم در اینستاگرام گذاشته شد و من قبلا راجع به با شما حرف زدم. من این رو مقایسه کردم با در واقع کامنتی که با مسائل غیر مربوط به زن در همین برنامه های امروز شما در اینستاگرام گذاشته شده بود. در هیچ کدوم از اونها مسئله موی کوتاه مجری یا قد بلندش یا چاق و لاغر بودنش یا ظاهرش مبدا نبود. ممکن بود در اونها هم مسائل بی ربطی گفته بشه، ممکن بود انتقاد بشه، ممکن بود تشویق بشه یا نه، ولی در واقع موضوع ظاهر شخص مجری نبود. اما وقتی که ما نقش اجتماعی زن رو محدود میکنیم به در واقع انتظاراتی که مثلا خانواده از اون داره، انتظاراتی که به عنوان صرفا مادر نه یک انسان مستقل از اون میره، زن رو با هویت مستقل نمیشناسیم، نقش اجتماعیش رو قائل به نقش های در واقع مادرانگی و همسرانگی می کنیم، در همون نقش مادرانگی همسرانگی هم یک تکریم های در واقع غلوف شده و در واقع بزرگ نمایی شده ای ازش مثل بهش زیر پای مادران است و نمیدونم رئیس خونه ایشون هست و چیزهای دیگه می دیم که مبنای حقوقی قانونی و واقعی در جامعه نداره. نتیجهش همینی میشه که امروز داریم راجبش حرف می زنیم، یعنی اینکه زن محدود میشه به اون نقش ها و اون نقش ها هم محدود میشه به مصرف روزانه شون. یعنی زنی که مصرف روزانه داره و بعد به قول اون نماینده مجلس چند سال پیش دچار استهلاک میشه، یعنی که صرفا با این برداشت ها که تکریم بشه ازش در روزی به نام روز مادر یا روز تولد فلان مثلا فرد قدیس 1400 سال پیش، در این در واقع چارچوب تکریم شده جای بگیره. بله متشکرم خانم بابک. برگردیم به شما در رابطه با روز جهانی زن. خب مشخصه، اما تو ایران روز زن یک روز دیگه مشخص شده و اگرم قراره کسی تبریک بگه، همونطور که خانم امینی هم کمی اشاره کرد، میاد و میگه مادرم روزت مبارک و یه مسائل دیگه ای عنوان میکنه که با اون ماهیت روز واقعی جهانی زن متفاوته. در ایران چرا روز جهانی زن جشن گرفته نمیشه یا به اینها توجه نمیشه؟ من خیلی متاسف میشم برای اینکه از سال نیمه 1800 حقوق زن و روز جهانی زن حرکت شروع شد. وقتی آدم یه خورده مستند رو بره بخونه و تماشا بکنه، من هر دفعه که نگاه میکنم اشک تو ششام جمع میشه از اون مهربانوانی که
150 سال پیش حرکت شروع کردن و آخر رسوندن به روز جهانی زن. و چرا ما باید در کشورمون یه همچین روزایی رو جشن نگیریم که روز جهانیه و بریم سراغ روزی که فردی رو که اصلا نمیشناسیم، دقیقا نمیدونیم چه بر سرش اومده، غیر از اینه که فقط روایت ازش شنیده شده و هیچ الگویی ازش نمیتونیم ببینیم غیر از روایت هایی که ازش شده، در صورتی که ما 150 سال روایت که نه مستند داریم از مهربانوان جهان که چجور ایستادگی کردن در قبال خشونت های اجتماعی و مرد ستیزی استقامت کردن تا من و شما الان بتونیم اینجا بشینیم و به راحتی در مورد حقوق زن صحبت بکنیم. متشکرم خانم امینی. دو دقیقه بیشتر نمونده به پایان برنامه، ممنون میشم یک جنبندی بکنید و از نظر شما اگر چیزی بوده از نظر کاربران که توجهتون رو بیشتر جلب کرده و میخواید در موردش صحبت کنید. نه، من فقط میخوام با سوالی که شما از دوست عزیزمون خانم بابک کردین اجازه بداشته باشم که به اون جواب بدم و اشاره بکنم که از نظر من تفاوت بین این دو نوع تکریم، تفاوت بین دستاوردهای بشری ما در یک راه مبارزاتی، در یک چالش جدی جنسیتی برای دستیابی به حقوق و اون چیزی هست که به ما داده میشه صرفاً برای اینکه به اسم گرامی داشت و بزرگ داشت. هیچ اشکالی نداره که ما روز مادر رو، روز زن رو با پشتوانه‌های مذهبی گرامی داشته باشیم، به مادرمون مثلا یک شاخه گل بدیم یا بهش تبریک بگیم، اما این دلیلی نباید باشه که آنچه که زن امروز جامعه مدرن در همه جای دنیا به دست آورده و نتیجه تلاش و مبارزش برای دستیابی به حق برابر بوده نادیده گرفته بشه. این وجه قضیه است که در واقع اون اولی رو هم زیر سوال می‌بره. ممنونم از وقتی که به من. مرسی، ممنون از شما. به پایان این برنامه چهارشنبه چشم‌انداز زنان رسیدیم. ممنون از میترا بابک، روانکاو که اینجا در استودیو بودن و آسیه امینی، پژوهشگر حوزه زنان از ترندهایم در نروژ. و ممنون از شما که همراه این برنامه بودید، نظرات خودتون رو فرستادید. تا چشم‌انداز زنان دیگر و هفته آینده، وقت خوش.